سرخط خبرها. فرمانده امنیه طالبان در تخار که متهم به تجاوز جنسی بود از بند رها و دوباره به وظیفه‌اش برگشت. نیروهای طالبان از وقوع انفجار در هرات جلوگیری کردند. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید طالبان در عملیات‌های بشردوستانه در افغانستان نفوذ کرده است. معاون رئیس جمهور ایران گفته است مذاکرات با طالبان درباره حقابه هلمند به نتایج مثبت رسیده است. وقوع انفجار تازه در پاکستان جان 5 نفر را گرفت. رسانه‌های بین‌المللی از احتمال برگزاری نشست صلح اوکراین در عربستان سعودی خبر دادند. و رئیس جمهور پوتین از پیشنهاد مذاکرات صلح با اوکراین استقبال کرد. با چند خبر تازه و مهم خوش آمدید. مشروح خبرها. فرمانده امنیه طالبان در تخار که متهم به تجاوز جنسی بود از زندان رها و دوباره به وظیفه‌اش برگشته است. منابع در تخار بر رسانه‌ها میگویند که نصرالله حذیفه فرمانده امنیه طالبان برای این ولایت که هفته گذشته به اتهام تجاوز جنسی بر یک زن به کابل فراخوانده شده بود رها شده و دوباره به شهر طالقان به وظیفه‌اش برگشته است. مولوی نصرالله حذیفه فرمانده امنیه طالبان در تخار هفته گذشته به یک دختر جوان تجاوز کرده و طالبان پس از شکایت خانوادگی قربانی مولوی حذیفه را به کابل فراخوانده بودند. این نخستین باری نیست که مقامات طالبان به تجاوز جنسی به زنان و دختران متهم می شوند. این در حالی است که سال پیش آمر صحت عامه انگورو در ولسوالی دشت قلعه هنگام تجاوز در دفتر کاریش بازداشت شد، اما پس از 3 ماه آزاد و به وظیفه‌اش برگشت. وی چند روز پیش برای دومین بار به اتهام تجاوز جنسی بازداشت شد. نیروهای طالبان از وقوع انفجار در هرات جلوگیری کردند. مسئولان فرماندهی امنیه ولایت هرات در غرب کشور میگویند که از یک انفجار در این ولایت جلوگیری صورت گرفته است. فرماندهی امنیه طالبان در ولایت هرات امروز در خبرنامه گفته است که نیروهای امنیتی این ولایت حوالی ساعت 11 شب گذشته یک حلقه ماین را که با سیستم ریموت کنترل در کوچه مسکرا در مربوطات ناحیه دوم شهرداری شهر هرات عیار گردیده بود کشف و خونسا نمودند. خبرنامه در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید طالبان در عملیات‌های بشردوستانه در افغانستان نفوذ کرده است. شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارش نوشته است که طالبان به گونه فزاینده در عملیات بشردوستانه در افغانستان نفوذ کردند. بر اساس این گزارش مقامات محلی طالبان در کارهای از فرایند استخدام کارمندان نهادهای امدادی تا توزیع کمک‌ها نفوذ کردند. شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد دیدگاه‌های طالبان در مورد کمک‌های بشردوستانه و عوامل ایجاد سوء ظن و خصومت آنها را بررسی کرده است. در گزارش آمده است که محدودیت‌های طالبان بر کار نهادهای امدادرسان از ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی در دسامبر سال 2022 شروع شد و با منع کار زنان در سازمان ملل در آپریل سال 2023 به اوج خود رسید. معاون رئیس جمهور ایران گفته است مذاکرات با طالبان درباره حقابه هلمند به نتایج مثبت رسیده است. معاون رئیس جمهور ایران اعلام کرده است که مذاکره با طالبان درباره حقابه هلمند جواب داده و وزارت‌های خارجه و نیروی این کشور به نتایج مثبتی رسیدند. با این حال محمد دهقان توضیح بیشتری درباره نتایج مذاکرات نداده و گفته است که بهتر است وزارت نیرو جزئیات دهد.
هنوز وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران در این مورد چیزی نگفته است. محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران به خبرگزاری شفقنا گفته است که وزارت امور خارجه و وزارت نیروی ایران مسئول پیگیری حقابه شدند. همزمان محمد سرگزی نماینده مجلس جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفته است که تاکنون آب از سوی افغانستان رها نشده است. وقوع انفجار تازه در پاکستان جان 5 نفر را گرفت. در انفجار در یک گرد همایی اعضای حزب جمعیت علمای اسلام در باجر ایجنسی اجلت خیبر پشتونخواه در پاکستان حداقل 5 تن کشته شدند و نزدیک به 50 تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش اکسپرس نیوز پاکستان، اعضای این حزب بر رهبری مولانا فضل الرحمن برای برگزاری نشست بزرگ گرد هم آمده بودند که این انفجار رخ داد. تاکنون مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. رسانه‌های بین المللی از احتمال برگزاری نشست صلح اوکراین در عربستان سعودی خبر دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که قرار است نشست بین المللی زیر نظر اوکراین در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود. این خبرگزاری روز یکشنبه از قول منبعی که نخواست نامش ذکر شود نوشته است که این جلسه با حضور 30 کشور در 14 و 15 اسد برگزار خواهد شد. گفته شده است که مقامات کشورهای گوناگون از جمله اوکراین، برازیل، هند، آفریقای جنوبی و یک هیئت بلندپایه آمریکایی در این نشست حضور خواهند یافت. روسیه به این نشست دعوت نشده است. از این اجلاس به عنوان نشست صلح یاد شده، ولی جزئیات آن هنوز مشخص نشده و مقامات اوکراینی و عربستان سعودی نیز در این مورد چیزی نگفتند. و خبر اخیر این که پوتین از پیشنهاد مذاکرات صلح با اوکراین استقبال کرد. قرار است مذاکرات صلح اوکراین تا 1 هفته دیگر در عربستان آغاز شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز اعلام کرده است که او پیشنهاد مذاکره برای صلح با اوکراین را رد نخواهد کرد. رسانه‌های آمریکایی از آغاز مذاکرات صلح مربوط به اوکراین در عربستان سعودی با حضور مقامات نزدیک به 30 کشور در اوایل ماه آینده میلادی خبر دادند. وال استریت ژورنال گزارش داده است که شهر ساحلی جده در غرب عربستان سعودی در اوایل ماه آگوست میزبان مذاکرات صلح مربوط به اوکراین با حضور مقامات این کشور و برخی کشورهای غربی و در حال توسعه بزرگ از جمله هند و برزیل خواهد بود. با این حال گفته شده است که از مقامات روسیه خصوصا رئیس جمهور پوتین در این نشست دعوت نشده است، اما رئیس جمهور پوتین از پیشنهاد مذاکرات صلح با اوکراین استقبال کرده است.